ماهی رجب ماهی هفتمی سال شماری هجری است و آن یکی از ماهای حرام به شمار می رود که الله تعالی در حق آن فرموده است. به درستی شماره ماها نزد الله تعالی در کتابش از روزی که آسمان ها و زمین را آفرید 12 ماه است. از آن جمله 4 ماهی حرام، یعنی ماهی ذوالقعده، ذوالحجه، محرم و رجب. و کلید دو ماهی خیر و برکت این ماهی شعبان و ماهی رمضان است. در حقیقت ماهی رجب در نزد عرب ها در زمان جاهلیت یکی از ماهای مقدس و بزرگ بود. آن ماه را رجب نامیده شد که آن از کلمه ترجیب است، یعنی تعظیم و احترام. بزرگ دانستن این ماه در نزد عرب ها از روی تعظیم و احترام بود که آنها در این ماه جنگ را ترک می کردند. بعضی ها ذکر می کنند که ماه رجب در بین عرب ها در زمان جاهلیت زیاده از 14 نام داشت. از جمله آن نام ها نام کر است، زیرا در این ماه صدای سلاح را نمی شنیدند. اینچنین به نام بارش است، زیرا آنها اعتقاد داشتند که در این ماه رحمت همچون باران می بارد. اینچنین به نام کهنسال است، زیرا حرمت و احترام آن قدیم و کهنه بود. اینچنین به نام مقیم است، زیرا حرمت آن ثابت است. و بسیار بودن نام چیز دلالت به بزرگی آن میکند. و در اسلام برای ماه رجب فضیلت و اعتبار و مکانت بیشتر نظر از دیگر ماهای حرام داده نشده است، زیرا این ماه خاص یک عبادت معین نظر به دیگر ماه را ندارد، اگر چیزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نشده باشد. ابن تیمیه رحمه الله گفت این چنین حدیث ها درباره فضل ماه رجب و یا فضیلت روزه داشتن بعضی روزهای این ماه و یا فضیلت معین در آن، این همه دروغ‌های بافته و ساخته می باشند. ابن قیم رحمه الله گفت همه حدیث هایی که در باره روزه گرفتن ماه رجب و نماز خواندن در بعض شبهای آن ذکر شده است، این همه دروغی بافته است. بنابراین برای ما واجب است که در این ماه از بدعت و نوآوری هایی که بسیاری از مردم به آن گرفتار شده اند برحذر باشیم. از جمله آن بدعت ها چند نمی نماز خواندن و مثل نماز رغائب و نماز صد رکعته و هزار رکعته و غیره ها، و یا این ماه را برای دادن زکات مال خود مخصوص گرفته باشد، و یا همه روزهای این ماه را یا چند روزش را برای روزه داشتن مخصوص گرفته باشد، یا اینکه شب 27 این ماه را با عبادت مخصوص و یا جشن گرفتن مخصوص بگذراند و گمان کند که همان شب شب اسراء و معراج است. و برای انسان هیچ باکی نیست که در ماه رجب کارهای نیک و ثوابش را زیادتر انجام بدهد، و مثل عملهایی که در دیگر ماهها و در دیگر وقتها آن را انجام میداد، مثل روزه داشتن و نماز خواندن. و هم اعتقاد نکند که فضل و عبادت این ماه زیادتر است، بلکه بداند که این آمادگی به ماه رمضان است. پس ماه رجب به مثل شمال و ماه شعبان به مثل ابر و ماه رمضان به مثل باران است. پس هر کسی که در ماه رجب کش نکرد و در شعبان آن را آب نداد، پس چگونه در ماه رمضان آن را دراو میکند؟